معرفی کنم، کتاب مستطاب تحریر الوسیله حضرت امام خمینی. بله، حیف کاغذ و حیف نون. خب حالا عرض شود که میخوام توجه جناب آقای بنی صدر که می نشیند و حقوق بشر اسلامی می نویسد، که البته آقای بنی صدر من معتقدم انسان بسیار شریفی است، همون گونه که مرحوم بازرگان بسیار انسان شریفی بود، این قضیه و کنار. اما این عرض کنم این میکروب تعصب مذهبی رو وقتی از سن نمیدونم همون شکم مادر باستی شروع بشه در رگهای انسان وارد کردن، بیرون رفتنی نیست، چون با شیر اندرون شد و با جان به در رفت. یعنی شما به اینها اگر یک عرض کنم که قمر مصنوعی هم به شامل حکم میخواد، میخواد از در اسلام چگونه میشود این رو تطبیق داد با یک اسلام؟ میخواد چه حقوق بشر اسلامی؟ اسلام که به ضد بشر است در بسیاری موارد، کجاش اسلام با بشر احترام گذاشته است؟ بارها عرض کردم اسلام بر تفاوت هست. حضرت پیغمبر صلی الله علیه برده فروشی میکرد، نه اینکه برده بخره بفروشه. انسانهای آزاد رو میریختن سرشون، زن و بچه شون رو ریپ میکردن، تجاوز میکردن همین اصحاب کبار، و خودشون ایشون میبردن بردار میفروختن در مدینه. این حقوق بشر اسلامیش بایستی از آقای بنی صدر پرسید، جواب که نمیدن، که اون پشت میشینن و استدلالشون هم اینجوری میکنن، من دیدم حرکاتشون هم اینجوریست. چه حقوق بشر اسلامی؟ مگر در اسلام حقوق بشر هست محترم؟ دست برداریم آقا از این داستان‌های پوسیده عقب مونده. این اسلام یک دین نیست باعثی برای موشه مسجد کار خودش رو بکنن. خیلی چیزهای خوب و درخشان هم درش هست، اما حقوق بشر اسلامی مؤثر نیست. یا با تو میگه بنده و شما که دیگه اسلام شناستر از خمینی که نیستیم که پدر جان. که خب میخوام در باب جزیه خدمتتون بخونم، خوب گوش به توجه بفرمایید. این رو بنده نقل نوشتم، حضرت امام خمینی رهبر کبیر انقلاب پربرکت ایران نوشته است، و ما یک همچین آدمی شده بوده از بدبختی و ادباری که بر مملکت ما استبداد سابق حاکم کرد، یعنی از اونجا که بنیه سیاسی مملکت رو به صفر رسانید و احزاب سیاسی مملکت رو درش رو گل گرفت به قول عوام، و مجلس ملی رو درش رو گل گرفت، و از هر سرجنبانی بود یا بیرون کردن یا بیابرو کردن یا عرض کنم پاک و پوک کردن و تمیز کردن و تمام این منافذی که برای بیان بود قیر و گونی کردن و خلع ایجاد کردن، این بابا اومد افتاد وسط شد عرض کنم پهلوان دوران. همه ی آلترناتیو های سیاسی رو استبداد گذشته در اون 50 سال اون پدر و پسر تمام آلترناتیو های مملکت رو به لحاظ سیاسی از میان بردن و به طور کل از میان برداشتن، وگرنه آخوند رو چه حد این داشت؟ همین آقای خمینی در همون نزدیک خرداد با حالت التماس با شاه، هرگز گمان اینو نداشت که یک روزی به قدرت برسد، محال بود همچی فکری از ذهن خمینی بگذرد. این خلایی که اون آقا ایجاد کرده بود و هیچ همه مردم مصلوب الاختیار بودن، ارتش بود مصلوب الاختیار مگه میسر آقا؟ مگه میشه هم چیزی؟ ارتش بود هیچ، مثل یک چیزی بود مترسک سر خرمن، باد که بیاد این تکون میخوره گنجشگاه فرار کنه. ارتش بودای ما در اون روزگار در این حد بودن، آدمای خوبی بودن، مصلوب الاختیار بودن. این داستان آسمان و ریسمان و نمیدونم خارجی و پشتش دست قدر، نه آقا اینا مهملاته بابا، مردم به جان آمده بودن. این اواخر برق هم تو ایران دیگه نبود، نان هم نبود، من میارم از قول همون زعمای امور، ناراضیان یکی پس از دیگری منفجر شد بابا جان از داخل. این که عرض کنن که خمینی گفت نان میدهیم و فلان میدهیم و اینا دروغهای اون بود، ولی منشأ اصل قضیه عرض کنم که همون قضیه سیاسی بود. حالا واردش نمیشم چون قد صحبت کردم، قرار شد کمتر صحبت کنم در این ارتباط. حالا این آقا شده رهبر انقلاب. احکام اهل ذمه، این عرض کنم توجه میدم بزرگوار محترم جناب آقای بنی صدر که در شمشیر اسلام میزند، هنوز بیاد آزادی خواهی نیفتاده، در کسی که از او جزیه گرفته میشود،
قلم روح الله الموسوی الخمینی، جزیه از یهود و نصارا که از اهل کتاب هستند و از کسانی که دارای شبه کتاب هستند. من این اینجوری خوندم چون اینا هر سبت که وقتی آمدن دیدن که کتابی هست در ایران، اما اینا که کافر هستن چیکار، چون تعداد زیاد بود و ایران کشور ثروتمندی بود، اینها گفتن حالا این مجوس هم، مجوس واژه توهین‌آمیزیست در حق زرتشتیان. بله، و آنان مجوس میباشند، گرفته میشوند. خیلی خوب، پس معلوم شد که جزیه را از کی میگیریم؟ آقا از یهودی، اهل کتاب. اهل کتاب عرض کردم کافر دو جور است، کافر کتابی، کافر حربی. بارها گفتم مطلب رو خیلی سعی میکنم بنده به ساده ترین وجه و واضح ترین فرم خدمت شما بیان کنم. خب پس اینا اهل کتاب از کفار هستن، کفار کتابیه. اینا اجازه دارن جزیه بدن و بین مذاهب مختلف در آنها مانند کاتولیکی و پروتستانی و غیر آنها فرقی نیست، اگرچه در فروع و بعضی از اصول بعد از اون که یکی از فرقه آنها می باشد اختلاف داشته باشند. این خب این از بس فکرش خراب بود درست هم نمیتونست بنویسه. یک نسل درخشان برخواسته یک ذهن درخشان هست. این در هم نویسی و پریشان نویسی از پریشانی ذهن میاد. این آقا استعداد زبان نداشت، نه عربی میدانست نه فارسی. حالا نه تنها قرآن خوانی کرده بود همه عمر، تا 15 سال هم بین عربا بود، همه عربی دو تا عبارت عربی بلد نبود امام. حالا این فارسیشه. خب پس معلوم شد که جزیه میگیریم، یعنی وقتی به کشور رو گرفتیم اگر بین اینها اهل کتاب بودن از اینا جزیه میگیریم، یعنی بدبختا باید کار کنن ما بخوریم سرداران اسلام مفخورهای معروف که اینا دینشون رو داشته باشن، اما شرط هایی هم داره، به این آسونی نیست. مسئله دو، جزیه از غیر اونها از اصناف کفار و مشرکی مانند بت‌پرستان و ستاره پرستان و غیر اونها، عرب باشن یا عجم، قبول نمیشه. بنابراین وقتی وارد شدن سرداران اسلام با اون شمشیر و اون همون بیرق سیاهی که معروف حضورتون هست، یه نمونش هم عربا دارن، عربستان سعودی، اینجا میبینیم تعداد بودایی هستن. این هیچ جا رو نمیشناخته، هی میگن عجب و عرب و غیر اینها، بلد نبودی بگر مثلا هندی یا مثلا ژاپنی یا چینی، عقلش تا اونجا بگر نمیرسید. عرب و عجب و غیر اینها میگه بت پرست باشن و ستاره پرست باشن و چه باشن و اینها، جزیهشون رو ما قبول نمیکنیم. و بین کسانی که انتصاب داشته باشن به کسی که دارای کتاب است مانند ابراهیم و داوید و غیر اونها، و بین غیر اونها فرقی نیست. بنابراین از غیر سه طایفه که عرض کردم چیزی قبول نمی شود مگر اسلام یا قتل. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یعنی اگر که بودایی ها بیان، هندوها بیان، نمیدونم طرفداران زن، جینیزم، هزارها دین در دنیا هست به خصوص در شرق و اینها، که آقا ما نصف پول رو خدمت شما قبول نمی شود، قتل.